سلام، امیدوارم که خوب باشید. ما آرام همینجور کوکتل تیویو امروز اومدیم با یه اخبار رپی جدید. میخواییم بررسی کنیم اخبار دو هفته گذشته رپ فارسی رو. اما قبل از هر چیزی، اگه جدید هستین یادتون باشه حتما کانال سابسکرایب کنید که حمایت بزرگی از ماست. اگه از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید و به اشتراک بذارید، و اگه حال نکردید حتما دیسلایک کنید و دلیلش رو بنویسید، البته دلیل منطقی. صحبت دیگه باقی نمیمونه، بریم که با هم اخبار رپی رو داشته باشیم. چند هفته ای که گذشته بود درگیری ها رو داشتیم بین سامان ویلسون با سیناب و رضا پیشو، که طی اون قرار شد سامان ویلسون دیسترکی رو عرضه کنه به رضا پیشو، که توش دو نفر دیگه هم قرار بود کنارش باشن که به نظر می اومد مهراد هیدن و سهراب امجی باشن. اما جلوتر که رفتیم یه روم داشتن توی کلاب ها سامان ویلسون و اون تو سیناب اومد، یه سری حرفا با هم زدن و به نوعی صلح شد بینشون، و سامان ویلسون استوری گذاشت و گفت دلیلی نداره که ما طرفدارا رو بندازیم به جون هم و فعلا این دیسترک کنسله. بچه‌ها خیلی دارین میپرسین دیس پیشرو چی شد و فلان و کی میاد و اینا. بزنین چیزی من بهتون بگم. منیجرش سیناب اومد توی گروه کلاب هاوس ما، اونجا دعوتش کردیم اومد و بزنین آدم باید حق رو بگه دیگه. خوده این میدونست داره میاد توی یه جایی که به ضررشه، میدونست داره یه جایی میاد که همه ضدشن، ولی دمشی هم که اومد، یعنی اومد اونجا گفتش آقا چیه، من هر سوالی داری من جواب میدم و اینا، دمشی هم یعنی یه تنه اومد تو جایی که اصلا مطمئنی که همه دارن یعنی اونجا اصلا میخوان اذیتت کنن. ما هم اذیت نکنیم، ولی کلا همین که این جرب و ذره داشت دمش گرم. اینو من بگم اول از همه، دلیلی هم نیست الان من بخوام طرفدارای خودم و طرفدارای اونو بندازم به جون هم، چون من رضا که فعلا همدیگر نمیبینیم، برای همین اصلا همدیگر هم ببینیم چیزی نیست اصلا کلا، یعنی اصلا دلیلی نیست ما این داستانو کش بدیم. حالا به قول خودش یه داستانی بود تو بچگی تماشا بلشون، اصلا من الان درگیر یه داستان دیگه هم کلا. من این ریچ کیدز رو میارم پایین، اینو بدونین. تو سالی که گذشت رضا پیشرو کلاسای رپی رو داشت که از پرشن رپ برگزار میشد، میتونستید خریداری کنید و اون تو باشید. الان میتونید از کانال رضا پیشرو اون کلاس ها رو داشته باشید. قسمت اولش فعلا عرضه شده و ثبت نام دوره دومش هم آغاز شده. همکنون میتونید برید توی سایت پرشن رپ و ثبت نام کنید برای دوره دوم کلاس های رپ آنلاین رضا پیشرو. تو هفته‌ای که گذشت علیرضا جی جی با یه استوری اعلام کرد ترک بینول که آهنگ سهراب ام جی بود با همکاری علیرضا جی جی و سپر خلسه درون چارت پلی لیست آسیایی بی بی سی قرار گرفته. کنسرت آنلاین شایی که خیلی وقت هست داریم ازش میشنویم، بالاخره پیش فروشش آغاز شده. همکنون میتونید وارد سایت راگا مدیا و همچنین اپلیکیشنش بشید و خریداری بکنید این کنسرتو که قراره به زودی اجرا بشه. بچه ها سلام میکنم بهتون، امیدوارم حالتون خوب باشه. و این اجرای زنده من تو راه، همونطور که میدونید برای تهیه بلیت میتونید از سایت راگا مدیا تهیه کنید. دمتون گرم. همچنین محمد رضا شایع به عنوان داور بعدی آلبوم استعدادیابی حامی از کمپانی فارس معرفی شد. بچه‌ها سلام میکنم به همتون. یه خبری که یه آلبومی تو راه به اسم آلبوم حامی از کمپانی فارس، که سری از بچه‌های جدید توش ترک دارن، از من خواستن که نظر بدم رو ترک بچه‌ها، هرچند که صاحب نظر نیستم، ولی به هر حال منتظر باشید. مخلص، دمتون گرم. ته صحبت هایی که با سیناب داشتیم و ویس که توی کانال تلگرامش گذاشته بود، خبر از این داد که آلبوم خودش یعنی خاکستر روشن توی مرحله نهایی هست و قراره به زودی پخش بشه. به نظر میاد این آلبوم توی مرداد ماه و روز تولدش پخش بشه. سلام رفقا، گفتم که اینجا رو اکتیو نگه دارم،
اخبار آلبوم ها رو دنبال میکنید، از آن سوال میپرسید، بدونید که خاکستر روشن تو مراحل فاینالشه. اگه اینقدر هم طول کشید به خاطر اینکه تعداد آرتیست ها خیلی زیاد بوده و نظارت روشون و گرفتن کاراشون به اون استانداردی که میخواستیم زمان بر بوده. در مورد آلبوم خواستم بدونید که بعد آلبوم خاکستر روشن پخش میشه، همکاری های جدید و اتفاقات خیلی باحالی افتاده که اخبارشو دریافت میکنید و تایم های پخش هم به زودی اعلام میکنیم. در مورد برنامه های یوتیوب هم که کانال رو دنبال داشته باشید، اپیزودهای جدید از برنامه ها براتون پخش میشه. چاکریم. توی چند وقت گذشته اتفاق عجیب افتاده بود و اونم پاک شدن دوتا از ترک های آلبوم گوزن علی سورنا بود از ساوندکلاود و بعد از اونم که روی اسپاتیفای آلبوم قرار گرفته شد کلن پاک شد و خب به نظر میومد به دلیل کپی رایت و استفاده غیرقانونی از یک سری سمپل بوده و خب خود سعید دهقان اومد یک ویدیو گذاشت و توضیح داد، خب گفتش که کمکاری کردیم، اما نکته جالب این بود که اصلا به داستان اسپاتیفای اشاره نکرد و فقط در رابطه با ساوندکلاود حرف زد. خب ته گفته خودش یکم کمکاری کردن، اما بعضی جاهای کوچولو میشه گفت که یکم شاید اصل داستانو نگفت و این داستان سمپل کردن و استفاده از سمپل کاملا متفاوته و خب آلبوم ها و آهنگ ها به راحتی از روی اسپاتیفای و ساوندکلاود فقط با ریپورت پایین نمیان، بلکه بررسی میشه و اگه توش اشتباهی باشه اون موقع است که این آلبوم ها یا حال آهنگ ها پاک میشن. دم سعید دهقان هم گرم که به هر حال توضیح داد، اما امیدواریم که بیشتر دقت بکنن چون وقتی داریم کارا روی پلتفرم‌های جهانی عرضه میکنیم بهتره که همه چی درست و طبق قوانین انجام بشه. سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خواستم توضیحی بدم راجع به حذف شدن بعضی از ترک‌های مجموعه گوز. اول جا داره اینو بگم که سمپلینگ کلن کار باحالیه و اینکه یه فرهنگ توی هیپ هاپ محسوب میشه و از شروع جریان هیپ هاپ این قضیه بوده و همچنان هم ادامه داره و بیشتر آهنگایی هم که توی هیپ هاپ دنیا یا حالا هیپ هاپ ایران هستن و حالا آهنگای مطرحی هم هستن، اونها هم اکثرشون از همین تکنیک توشون استفاده شده و کلن آهنگسازایی هم که خودم دنبال میکنم مثل فلاینگ لوتس، مثل ریزا، مثل آلکمیست که از آهنگسازهای خیلی مطرحی هستن تو دنیا، هم اونها هم از تکنیک سمپلینگ استفاده میکنن. پس سمپلینگ کلن کار ناپسندی نیستش. مشکلی که توی مجموعه بودش خب به دلیل فشردگی بالایی که ما تو مرحله تولید داشتیم و فاصله کمی که تا انتشار آلبوم مونده بود و حالا طبق برنامه ریزی هم که داشتیم اینجوری بود که تو 99 حتما آلبوم رو منتشر کنیم. مشکل اصلی مشکل کلیر نکردن سمپل ها بود که حالا حتما باید این کار انجام میدادیم که متاسفانه انجام ندادیم و این مشکل هم برای دو یا سه تا از ترک ها اتفاق افتاد. و خب مثلا یکی از ترک ها که ترک های من بود، رقص یا پیچک، من توش از یه استرینگی استفاده کرده بودم که من اجازه قانونی استفاده از اون سمپل رو گرفته بودم، ولی خب خیلی اتفاقی شبیه موسیقی متن فیلم شد، فیلم The Revenant، که حالا مثلا به این دلیل این ترک حذف شدش. مشکل دیگه ای که وجود داشت، طبق ایمیلایی که از طرف ساوندکلاود گرفتیم، حجم بالای ریپورت هایی بود که توسط آدم ها انجام شده بودش و خب یکی از دلایل حذف شدن ترک ها همین بودش. مسئله دیگه این بود که خب با توجه به بازخورد بالایی که مجموعه داشتش توی چند روز اول که تونست توی چارت ساوندکلاود باشه جز تاپ ها، این قضیه هم حساسیت ساوندکلاود رو بالا برد که در نهایت سه تا از ترک های مجموعه رو حذف کردش. در آخرم پیامی که واسه تیم ریپورت کننده دارم اینه که تلاششون رو بیشتر کنن به جای خودزنی و اینکه خب رشد ما به نوعی رشد کل این جریان هستش و قبل از اینکه گوزنو بخوام بکشن خود علی گوزنو کشته. دمتون گرم، ببخشید سرتون رو درد آوردم. چاکریم فعلا. امیر تتلو و حسین توهی هم اضافه شدن به جمع آرتیستایی که دارن NFT میذارن و اعلام کردن به زودی NFT های از خودشون منتشر میکنن. Welcome to Tori's Meditation. آسمان آبی، دریای آرام، نوار
آواز پرنده ها، آواز طبیعت، بلندی کوه، گرمای خورشید. یه اتفاق عجیب داشتیم این چند وقت، اونم پاک شدن آهنگ های بعضی از آرتیست ها از قبیل امیرعلی ایتو، محمد بیباک و غیره بود و ته گفتهایی که داشتن دیستروکید خیلی راحت اومده آهنگاشون رو پاک کرده و گفته که به دلیل تحریم ها و ایرانی بودنشون هست و همچنین اون حق اشتراکی بهش داده بودن و پس نداده و همچنین پول هایی که درآورده بودن از استریم هاشون رو نداده و دیگه جوابگویشون نیست. این اتفاق خیلی عجیب غریب و ناگواری بود که امیدواریم به زودی درست بشه. طبق صحبتهایی که با سامان ویلسون داشتیم توی برنامه بی پرده، خبر از این داد که احتمالاً امسال یک ای پی مشترک با سهراب ام جی خواهد داشت، چند تا از سرکاش آماده است و همچنین گفت احتمال اینکه بزرگ یکم امسال بیاد هست. حالا باید منتظر خبرهای بیشتر باشیم. لیبل این سرو پلاک که فاندرش کوروش وانتونز هست با یک تیزر خبر از آلبوم جدیدش داد که به نظر میاد استعدادیابی خواهد بود و رپ کنای نسل 4 توش خواهند بود، در کنار بزرگای از رپ فارسی که باید منتظر خبرهای بیشتر ازش باشیم. جیدال با پست خبر از موزیک ویدیو آهنگ دیره داد که قراره به زودی پخش بشه. سینا مافی با پست اعلام کرد که بیکار نشسته و کمکار نیست و قراره به زودی ازش پروژه هایی پخش بشه. تهم هم با پست خبر از مجموعه جدیدش داد به اسم شبکده. عرفان و جیدال با استوری های مشترک خبر از همکاری جدیدشون دادن که قراره به زودی پخش بشه. لیتو با سری استوری های خبر از این داد که قراره پروژه های بیشتری ازش توی دو سه هفته آینده منتشر بشه. سلاطین اهل موسیقی رپ فارسی، داداشتون بزی لیک قراره که با 3-4 تا چکی دیگه دوباره وارد بشه، خبراش به زودی میاد. و اینکه فکر نکنی حالا یه دونه چک به زیلک داد دیگه تمومه، رفته 6 ماه دیگه، رفته تقریبا 2-3 هفته دیگه، منتظر باشی. پدی آی با یه استوری به این شکل خبر از آهنگ و آلبوم جدیدش داد. تس با پست خبر از آلبوم جدیدش داد به اسم خالی که قرار 6 خرداد ماه منتشر بشه. همکنون میتونید این آلبوم رو خریداری کنید. جاستینا هم با یه استوری خبر از آلبوم جدیدش داد. معراج با پست خبر از مجموعه جدیدش داد به اسم لخت. پوشان اکتاو هم با یه استوری خبر از پروژه های جدیدش داد که قرار خارج از اکتاو منتشر بشه. علیرضا خبر از آهنگ و موزیک ویدیو جدیدش داد به اسم فکر نکن الکی نایسم. فکر نکن الکی نایسم، نمیخوام اینجا من وایسم، نکن پس وقتم و تقلب خیلی سم مثل تو وایسم، دست و گردانم و نایسم، نمیخوری به هم سایزم. و در نهایت شان آسفالت خبر از موزیک ویدیو جدیدش داد به اسم بلوغ فکری. این هفته اولین همکاری اپیکور با سهراب ام جی رو داشتیم به اسم جاده خاکی که بازخورده خوبی هم داشت. اینجا فقط بگو آجی چه تخیطه، ما از عق میگیم گوشه اینا فلکیپه، با تنه آدم ها رو نمیشه دید که از تیپه، بذار لات باشیم اینجی گولا بگن چیپه، به یه معرفت باشیم بگن کدن و کور، بذار خودش. ترک تو که میخوای میتونی رو داشتیم از امیر تتلو. ترک اومدم تو شهر از سی جل لیتو و هیدن. اومدم تو شهر بریم پیکولاتی، موتورم روشن شه خوده یه بوگاه.
رسیدم تازه کف شهر. ورژن جدیدی از سرک اگه یه روز فرامرز اصلانی رو داشتیم از عرفان و دنی اسدی. گفتی اگه یه رو بری ما هم رفتیم، میخوایم بیام خونه ولی فلانی بگشتی، چون که همه پولا رو ما پشت سر شکستیم، چون که قولو دادیم خفه نشیم نشیم تسلیم. ریمیکس ترک نمیبازی کنیس رو داشتیم از هین و نیما رمضان. عجم میرم نباش ترک نبودن تو رو داشتیم از رها وانتونز. همونی که گفتی شد آخرشم، چه سخت نبود تو باورشم. ترک یعنی کو رو داشتیم از سینا سایی که به گفته خودش این آهنگ قدیمی بوده، اما به علت اینکه پخش شده بوده تصمیم گرفته که همون ورژن رو پخش کنه. حس جدید بود تو رو هیچ وقت نپیچوند، تا یه وقت نشی دور که شدی یعنی کو، اونم احساس یعنی کو، اونم احساس یعنی کو. حس جدید بود. ترک زمین گرگا رو داشتیم از دانیال. فقط بگو همین قربان باج میگیرم، مال من زمین گرگا، تو مدرسه معلم ها زور میگفتن من چک زرم به دبیر قرآن، لخ شدم دیگه وقت پر نمیکروفونم و میکنم. ترک بولی یا قلدو رو داشتیم از جاسینا به همراهی پرند. دوری کارشناس شدی خارج از حد تصور، هنو حرف زدن روزانه تو بلد نیستی بچه، آخه کی گفته که داری تو ربق نظر تو، یا بو برش داشته طرفت من دکتر رفت انقلیسی. ترک قورباغه رو داشتیم از ویناک و علی پاشا. یا کچا میشه تو لباس چند تا دیگه توی راست، همه چیم رو براست، ترام میاد سلام ها تو کوچه هاش، هر جا میره انگاه اونجا خونه ماست. یا کچا میشه ترک براتو رو داشتیم از سجادی. انقدی داغونم که نمردنم عجیبه، رفتی و گذاشتی یه غم بزرگ رو دلم. آلبوم انیشتین رو داشتیم از آرمان که آرتیست های خوبی همچون سهراب ام جی، امیرعلی ایتو، سپر خلصه و سینا مافی توش حضور داشتن، اما یک نکته جالبی که توش بود این بود که قرار بود ترکی به اسم اتم توش حضور داشته باشه با همکاری کچی بیت، اما وقتی ریلیز شد این ترک وجود نداشت. وقتی از خشار پرسیدیم گفت به علت اینکه لیبل یا همون رادیو جوان هزینه و حقوق آرتیست ها رو درست نمیده، ترک خودش از این آلبوم بیرون کشیده. این میکروفونه یا میکروسکوپ، اینجا کفش که صافه روشم میکروب پره، اینجا واسه مغز بیت فسفوره، حاجیت که میاد روی بیت دکتره، چراغا وقتی به ترتیب روشن شه یعنی کم کم. بالای یه کوه بلند یه رود مقدس، برش دونه کل بست که توش از خفت یه دور از جونتون مستخدمش، باید سوال کنی یه تشم بگی لطفا، یه راه زرد آجوری که تش نور کمپ ماه شب نگاش کنی اونجا. آلبوم جوانی دو رو داشتیم از رادیو جوان که توش ترکی رو داشت پارسالی به اسم بیهست، همچنین هومان و امین تیجه ترکی رو داشتن به اسم بیا دوباره امشب، و در نهایت سارن هم ترکی رو داشت توش به اسم تهران کنارت با انگسازی سمیلو. شبای تهرانه و تگه توی همه استوریا، آخر هفته ها کردانه و عکس میگیره با بنز و ویلا، موزیک بقیه بعد خوابه تو واسه همینه که فس شدی، یا کوب همه کارام که تو وجود تدام و چه فرق نداره رنگ آسمونش، منم هر جا باشم دلم واسه اونه. موزیک ویدیوی رفیقامو داشتیم از خلصه و ددان. تونت میتونی تو هیتم کنی، بخوایم با کشینم بحث تو گیت رد کنی، همه چیو میزنم من غیرت تونی، روی چیم فقط ما غیرت داریم رفقان. موزیک ویدیو ما از علی ازا. چرا واسدی اونجا تو، بیا تو بغلم زود جاشو، کامل میشه من با تو، تازه دیدی تو کجاشو. چرا واسدی دانیال اجرایی رو از خودش منتشر کرد به مناسبت تولدش.
دوباره تولدم و من و ذهن مریضم رو همو میکنه شمای که رو کیک عذیت یه سال دیگه رفت و من تو گل انگیزم یه غمو میگیره تنها بودن تو دل جمعیم و همچنین اجرای بیشتر از همه رو داشتیم از محیار. دوباره کردم من دور قدیما رو تا کی بازی کنم تو بگو رول قوی ها رو. یه از استوریایی که سوالک و چرسی داشتن خبر از همکاری جدیدشون دادن. به نظر میاد چرسی در حال آماده سازی آلبومی هست که قراره به زودی پخش بشه. روحی که از آهنگسازای با استعداد و جوانمون هست خبر از آلبوم جدیدش داد. مستر کیارش خبر از آهنگ جدیدش داد به اسم من تنهایی نه. پوری که به تازگی قراردادی رو با سونی میوزیک ترکیه امضا کرده خبر از آهنگ جدیدش داد به همراهی نیش. بهتر نیای سمتم بهتر حرف نزنی چون اگه کفری بشم جفت میکنی کف زمین. من خیلی وقت هستم تو ولی ره گذری ما چند تا بچه تخسیم اینجا تو پشت گذری. کیارا با یه استوری خبر از آهنگ جدیدش داد به همراهی چرسی. فازو نولم چرس میده سفازم اون یا تو گم رونم صدا لندم دست خالی میزنم که بدی صدا سگ جنگ بشه نو میلیمتری تو لباسم. ترک ادیکتد یا معتاد داشتیم از هیپوپولوژیست و کاگان. من بودم و میکروفون بدون هیچ امید تصور همه چی رو کن. من بودم و میکروفون و این ریا که میسوزونن همه چی رو تون. دارم اتیاد فیم دارم اتیاد به کش دارم اتیاد به ترک پکمن رو داشتیم از کدیش. پر پا میزه ترپان توی ایکی با پر پکمان بیختن رو جو پای سمان بازم تهران سر تر لسام و نمیخوام بیاد برفن. آلبوم خلاف شهر رو داشتیم از ایهود. ضعیف و ایرون تولد تو ترون محله نازی آباد اونجا که نمیری چون که نداری لپات قریب شدی با ما محله های کادی لپات جور محکوم به چی آزادی عبد خوردم بند سرزمین آریایی سلول تهران از زلام به نویس محابیت. آلبوم هفت خط رو داشتیم از عدنان تحت لیبل اینسترو پلاک. ما هر جا میریم رو سفیدیم شما رو سیاهیم. ما هر جا میریم رو سفیدیم شما رو سیاهیم. ما حتی اگه گیاهی هم باشیم سمیمیاییم شما رو جوری میگاییم. ترک ایکس از مستر کیارش. تام شده دیگه بینمون برو ولی یادم بمون جدایی میباقه بمون باشه میرم تو رو. انیمیشن من و تنهاییام از نیش. کاغذ و قلم بیا نیش بیا من و تنهاییم همیشه. ترک تنها میراث داشتیم از گویا. این همه کهکشان داشته باشم که چی بشه ستاره ها رو بتونم بچینم که چی بشه ماه دست چپ باشی دست راست هف آسمونم سهم من تهش. آلبوم 6 یا 6 رو داشتیم از سینجی. اپیزود دوم جدی طنزه از کیارپ رو داشتیم با همراهی دلو. خب دلو سلام تو خود موصلی پشاید بشه صدا قشری و بلند بگی. بله سلام از بنده است مسلمم فقط میشه اینو نشونه مردمم بدین. بله ما رو ایریم شما بفرمایید. یعنی من درد و دلامو بگم راه. ترک بلو لیبل رو داشتیم از علی تی به همراهی مارسی. خود از شب بهم سنگ زدی یادت نکنم میای عذابم میدی همیشه کارت نکنم. راست میگی شاید یه بار جای تو نبودم ولی واسه هر کی هرچی شدم با
اجرای جدیدی رو داشتیم از تورج پارازیت به اسم قانون کیرشوف. منو میگن دهنت سرویس، میزنی با دهنت تیهیت، اراده عشقین دمه ایدیانو پی فرمی رو جنسی کارو اسکی. اجرای جدیدی رو داشتیم از مجهول. خب عرض کنم خدمتتون که راز یاد اومدم و کشیده یه ذره طول، یه عده هیت کردن و یه سریش دادن بهم که در کل همیشه بالا سرم به منتتون. این به کنار، بپردازیم به وضعیت مارکتون. همچنین اجراهایی رو داشتیم از آریا مومد، ایسین و اسمین که به ترتیب با هم میبینیم. عشقای روی گونه تو میبوسم و پشت تلفن سرد، دلمو یه ذره شده برهم، هر روزم که دل هر سر داد. گوشی رو من میذارم روی بالش، به چشه تو به بندی به خوابی به دیدی چطور حال آدم رو بد میکنن، دیدی سر هر چیز کوچیک قهر میکنن، دیدی تا وقتی پیش تن که سود داری واسه شون، غیر این بشه رفتارشون هم سرد میکنن. یا عقل نبه هیکه اونی که بی سواده میکنه، هی بس بمون نگو جرزن، ما فقط یه چیز قانونی داریم. خب این بود از اخبار رپی این دو هفته گذشته، امیدوارم که لذت برده باشید. انتقادی پیشنهادی دارید حتما توی کامنت ها بنویسید که مطمئن باشید خونده میشه و اگه منطقی باشه 100% اعمال میشه. دمتون گرم، مرسی که تا این لحظه ویدیو رو تماشا کردید. امیدوارم حالتون همیشه توپ خوب عالی و بمب باشه. تا ویدیو بعدی، سی و سون.